یو گایز، چه دارین بچه های عزیزتون خونه؟ حالتون خوبه؟ اکسارمی های دوست داشتنی؟ ببینید، اصلا معلومه که چقدر من خستم واقعا. امروز یه مسیر پرترافیک رو رفتیم، بعد رسیدیم اونجا میخواستم برم که کامپیوتر رو خواهیم. یکی از نمایندگی های انویدیا بود که فهمیدم مثلا RTX 3090 اومده، میخواستم کامپیوتر جدید بخرم. رفتیم تا اونجا، دمه در اونجا قلقله صف که آره نمیشه و کرونا و الان ما به صف را میدیم و RTX 3090 هم نداریم، اشتباه نوشتن پیش خرید و از این حرفا. گفتم من میخواستم کیس بخرم ولی مثلا اینکه ندارید و چقدرم زشته که اشتباه میزنید و من تو این ترافیک اومدم. یه تا داشتم میومدم یهو اومد گفت آقای محترم وایس وایس یه دونه موجود داریم، یه دونه، یعنی اصلا اولین RTX بود که میفروخت 3090. خلاصه ما به بدبختی این کامپیوتر گرفتیم تو این ترافیک و شلوغی و قلقله و من قشنگ 2 ساعت، 1 ساعت و 55 دقیقه با کوثر اونجا بودیم. یه دونه از این SSD هایی که ما خریده بودیم سریال نامبرش مشکل داشته شد، یعنی 1 ساعت و 55 دقیقه ما اونجا علاف این بودیم تا بالاخره تونستیم بگیریم. و میخواستم بگم خودشون سیستم رو مونتاژ کنن، یعنی وصل کنن، همه این کارا رو بکنن که دیگه آخر ساعت کارشون بود. گفتم باید وایسی فردا یا چهارشنبه مثلا این کارو انجام بدم. من گفتم نمیخواد آقا، فوقش خودم میارم خونه وصل میکنم، یه ولایی هم براتون میگیرم. برو بریم نشون بدیم بهتون که چه چیزی خریدیم. Let's do this. بچهای عزیز، الان صدایم پشت میکروفون ممکنه یکم بد بیاد. اول از همه کیس گرفتیم، پرسه سفیده، حالا باز میکنم میبینی اینم که چیز خاصی نیست. اینو گرفتم برای اینکه کامپیوترها رو بهش وصل میکنم، یه وقت برق بره بیاد یا نترکه، از این محافظا داره. مادربرد رو اینو گرفتم، Z490 Aorus Extreme، خیلی خوشگله. کارت گرافیک RTX 3090 بیبی. اینجا ما SSD داریم 2 ترابایت، SSD NVMe در است، NVMe کورسر. و اینم دوباره یه دونه NVMe که وسترن دیجیتال، اینا فکر کنم 1 ترابایت. اینجا ما CPU Core i9-10900 بهش میگن، اینا هم این سری چی میگن 10900K، فکر کنم قوی ترین Core i9 باشه خارج از سری X برای گیم و این چیزا. که نمیدونم چقدر مسخره شده این پکیجینگ Core i9، انگار اسباب بازی خریدی مثلا. بعد بازی هم توش داخله، یعنی با CPU بازی هم ندادن، زده گیم داز نات اینکلودد، یعنی فقط همینجوری واسه زیبایی از مارول استفاده کرد. بعد اینجا هم پاور داریم، هم که یه هارده 8 ترابایت فکر کنم، آره 8 ترابایت، چون که من خیلی ویدیو این چیزا بالاخره پروژه دارم. اینم پاور راک یا آروجی 1200 پلاتینام. خلاصه میایم اینجا 64 گیگابایت رم داریم، 3600 هرتز، تریدنت از این RGB هاست و یه دونم کولینگ CPU که این خوشگل مشکله. بریم خلاصه کیسو سرهم کنیم. و چیز دیگه هم که میخواستم بگم بچه ها اینه که من کیسی که دارم و اینجا میبینید، این کیسی که دارم اینجا میبینید بچه ها قشنگ به قول معروف موردن اناف انگلیسی میشه، یعنی بیش از کافی. و پارسل پدر اپ اسلامی اینجا اومد داره غیر میده. کمود منم دیدید اونجا که چقدر تمیز. بعد این کامپیوتری که داشتم تا 3-4 سال دیگه خفن ترین بازی ها رو با بهترین حالت ها می آورد بالا، ولی از اونجایی که من میخوام رکورد بکنم و شما باید بهترین حالت یه بازی رو ببینید تو ویدیوهای من، یعنی اگه من بهترین حالت رو نشون ندم دیگه واقعا زشته. به خاطر همین برای اینکه اکسارمی بهترین ویدیوها با خفن ترین کوالیتی ها رو ببینن، من این کیس رو خریدم و کیس قبلی رو میذارم فقط برای اینکه بخوام یه وقت استریم بکنم یا ویدیوهایی که با این کیس بازی میکنم و با اون کیس قبلی رکورد میکنم، یعنی فقط با این کامپیوتر دیگه میشه بازی، قدرتش کامل میره برای بازی، کامپیوتر قبلی میره برای رکورد کردن این کامپیوتر. اکسار می عزیز شما لایق بهترینا هستی، برو بریم نصبش کنیم دیگه، بیاریمش بالا. Let's do this. بچهای عزیز خواهیم شروع کنیم. یه بار با پارسا تو ایران یه یارو دیدیم اینجوری عینک زده بود، اینجوری عینک زده بود. خدا اینجوری. حالا میخوام امروز براتون اینجوری این ویدیو رکورد بکنم. عینک تو باید بزنی بالا تر اینه من رو ببینیم کیسه رو من دوست ندیدم من نزدیک چه شکلیه، فقط عکسش رو دیدم. پسر مراقب باش که این کاتر و بیره اینجا کیس باز میشه همیشه. بچه اگه با کاتر کار کردین سریع درش رو ببندید. من فکر کنم اینو باید برگردونیم، همه رو باید بخونیم داداش، اینا مهمه. اینا رو حتما بخونید، تمام ورقه هاش رو حفظ کنید. ببینیم که چه شکلیه این کیس. یه ذره سنگینه ولی خوب. یس سلطان عینک های مدرن. آقا این که هارده، اینم SSD NVMe هست، همون هارد. این هارده؟ آره این هارده. ایزی کجاست؟
ناشه. اوکی منم بار خودم واسه کنیم چه؟ فن بروسلی هم باید خودمون نکرد. بچه ها این خنک کننده ارزم به خدمتتون، خنک کننده سی پی یو که آر جی بی میشه و اینم میاد رو خود سی پی یو و بهتون میگم چه جوریه داستان. ببینید این که روشن میشه فنا رو میزنیم بهش، برای این شکلی بشه بعد درجه حرارت سی پی یو رو هم میزنیم رو خودش. آره چه جاله. خب آقا اینم رم آر جی بی، رما 4600 هرتز هن، زده رایزن AMD، نمیدونم اگه با اینتل هم اوکی باشه که بکنم هست، ولی زده با رایزن هم یعنی جوابگو هست و اونجا هم حالا مشکلی پیش نیاد. اینم رما هست دیگه، اینجا هم نور داره چیز خاصی نیست. اینم مادر بورد که چیز جالبی که داره اینه که وای فای داره، لازم نیست سیم کشی بکنی این داستانا و فکر کنم آر جی بیش هم خوشگله. شاید هم سنگینه این مادر بورد، ماشاءالله. ببینید پورت PCI داره، کارت گرافیک، بعد سه تا چیز میخوره بهش، NVMe2 آره، CPU و رم و کولرهای مختلف، کولر آبسال. خلاصه اینم از مادر بورد. آها اینجا پورتاشو بهت نشون بدم. بچهای عزیز ما اینجا دو تا USB تایپ C داریم، USB 3.2 داریم ما دو تا. آها این برای چیزه؟ مادر بورد. OS خود مادر بورد. بعد اینجا هم که کابلای LAN و USB معمولی، USB 3.2 دوباره، یه عالمه تلویزیون و دیگه صدا. بعد اینجا تلویزیون هم میخوره. داش اینا چرا قرمزه؟ گزیده. همیشه سکسی باش. واو. یکی از بهترین لذت‌های این دنیا اینه که همیشه سکسی باشی. همیشه سکسی. آه اینا من. واو. بچه‌ها اینم یه خرت و پرتای مادربورده که مثلا این وای فایشه که قراره وصل بشه به پشت مادربورد و دو تا هم. می‌خواستم این وای فای جالب بود واسم چون من نداشتم تا حالا و دیگه دفترچه اینجا که می‌ذاریمش. بچه‌ها اینا SSD NVMe2 بهش میگفتن. آره NVMe. چیز خاصی نیست بازگاه. همینی که می‌بینید این تو. هلکی. اینا که هارد کردین. آره. این پاور این کامپیوتر قراره باشه و ببینیم که چیه. اینجا رو یه بار دیگه تو خوشگل باز میشه. خیلی بد جعبه جالبی بود. شراب تو جعبه جوار جعبه ساس. تاشخالاش انقدر سنگینه یا این خودش؟ پس اون چیه اونجا؟ What the fuck؟ این چیه؟ دایزه؟ آها اینا کابلاشه بچه، انقدر سنگینه. چقدر کابل؟ هر چقدر کابل لازم بوده گذاشته. بازم از تو چه چیزه؟ یه چیزهایی باور کن با اینا. یه دوتا کابل برق و مهمش اینه که چقدر سنگینه این. دیگه بچه ها اینم گرفتیم برای پاورش، یه ذره قیمتش بالا بود ولی خب دیگه برای این کامپیوتر باید یه چیز درست حسابی گرفت وگرنه یهو از بین خواهد رفت. اینم از این، اینم پاوره RGB داره مثل این، اینم CPU نشون دادیم، Core i9 مغز کامپیوتر، همینه که میبینید این تو خیلی هم هست این. بعد برای پارت بعدی اینجا یعنی که باید عینکا رو زد چند دقیقه جلوتر، عینکا رو باید زد. RTX 390 میتونم درک کنم واقعا. 390 واقعا دوست داشتم که این ولاگو بگیرم که بمونه توی چنلم، اینکه واقعا چیز با ارزشیه واسم. البته بچه‌ها این فکر کنم اولین RTX 390 بود که نمایندگی جی فورس تو ترکیه فروختن به ما و اینا توی اینا از توی خود همون فروشگاه باز کردیم که ببینیم یه وقت اوکی باشه یا نه. بعد چیزی که هست اینه که اصلا هنوز موجود نیست و یه دونه بوده، همین یه دونه بود تستی هم نه، همین یه دونه براشون رسیده بوده که من اینو گرفتم و گرنه مدل های RGB دارش هم بود ولی ما اینقدر کیسمون RGB داره که دیگه اصلا RGB مهمه. وقتش که رونمایی شد. او مای گاد نمیسنگ. این چرت و پرت داره. اینا رو بعداً باید حتما بخونم. آره، اینا رو حتما به خود ازتون امتحان میگیرم بچه. اوکی، بعد اگه بخوای این وریز نصبش کنی. کارت گرافیک روخ خیلی خاصی نداره ولی باطن بسیار عجیب غریبی خواهد داشت. چون که بچهای عزیز، این کارت گرافیک RTX 390 قوی ترین کارت گرافیک جهانه.
قوی ترین کارت گرافیک جهان، 24 گیگابایت حافظه کارت گرافیک و خیلی 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 بهترین کارت گرافیک برای بهترین کامیونیتی دنیا یعنی اکس آرمی. امیدوارم جاش البته تو این دیگه در مورد دیگه همه چی بعد جاش آپارتمان ساخت دیگه. ما دوربینو میذاریم اونجا احتمال با اون سونی ای 7 که اونجاست بچه‌ها. با این رکورد بکنیم ازتون چون از اونجا میگیره اینجا رو برو بریم خدافظ بعد دیگه خدافظ تا تست کامپیوتر سی. بچه‌ها باورتون نمیشه الان این ویدیویی که الان کات خورد اومد سر این صحنه من اینجا نشستم قشنگ آره 2 روز بعده. من این کامپیوتر هم اونجایی که داشتم میخریدم یارو گفت اگه بخوایم ما مونتاژ بکنیم باید بریم مثلا کی خریدم خدای من شنبه خریدم میگفت پنج شنبه مثلا برات مونتاژ میکنه. منم خب خیلی کار دارم باید بشم ویدیو اینا درست کنم باید ذوقشو داری فکر کن هیچی. گفتم نه بده من میخوام خودم برم مونتاژ کنم. آقا آوردم خونه شروع کردم از ساعت 10 شب دقیقاً تا 6 صبح من پای مونتاژ این کامپیوتر بودم و انقدر که این قطعاتش جدید بود مثلا مادربردش یه سری پورتا رو نداشت جایگزین کرده بودن دیگه پورتای قدیمی رو حذف کرده بودن. هیچ من زنگ زدم به علیرکسا دمش گرم واقعا علیرکسا از خدایا بگم ساعت 1 صبح تا 6 صبح فقط ویدیو کال با من نشست که بگه اینجا رو چیکار باید بکنیم اونجا رو چیکار باید بکنیم. خلاصه دو تایی با هم دیگه حلش کردیم همه چیزو بستیم ولی آخرش اومدم روشن بکنم دیدم روشن نمیشه یعنی تمام کمرم تمام بدنم داغون شده بود انقدر نشسته بودم شلوغ همه جا پر پیچ و بسته و نمیدونم سیمو خلاصه پدرم دارم برداشتم بردمش اونجا. من فکر کردم که دکمه اون کابل مثلا روشن شدن کیسو درست نزد بردمش اونجا و اینا یارو شروع کرد کار کردن دید ای خدایا روشن نمیشه بعد تونست روشنش کنه. حالا فکر کنم من با مثلا دوخ کردم که روشن میشد میگفت دوباره ریستارت. بعد یارو میگفت احتمالاً تو خودت بردی مونتاژ کردی مثلا چه میدونم زدی بعد یه مشکل فیزیکی بهش وارد کردی بعد بفرستیم گارانتی اگه میدادی به ما مونتاژ بکنیم همون لحظه برات عوض میکنیم. هرچند که کارت گرافیک 3090 هم نیست تا ماه دیگه اصلا چون اصلا تنزو درست حسابی عرضه نشده من خرید. بعد هیچی بعد ببین فردا چک بکنیم ببینیم اگه مشکل داره روشن نمیشه بعد بفرستیم گارانتی هم 1 ماه دیگه و از این حرف. ببین یعنی واقعا میخواستم گریه کنم. خلاصه دیگه سرتون درد نیارم فرداش به من زنگ زدن گفتن که آقا کامپیوترت کار میکنه پاشو بیا برقش نمیدونم خدایا جریان استاتیک میخواسته تو چی کار کردی یا چی کاری کردی جریان استاتیک نمیدونم یعنی همچین چیز عجیب غریبی و یعنی همه چیزها رو درست زده بودیم سرش. خلاصه که بچه های عزیز این جعبه و وسایل های کامپیوتر هستی خریدیم یه همه چیز باز شده و اینجا کیس ابرقدرتمند آریاکوکس رو میبینید بچه واقعا دیگه یعنی سنگ تموم گذاشتم تو خریدنش بتونم تا چند سال آینده براتون بهترین ویدیوها رو رکورد کنم هیچی کم نیاره و بشه باش خوب استریم کرد بشه باش خوب ویدیو گرفت چون دیگه از این به بعد میگن وظیفه رکورد کردن و استریم کردن میفته رو کامپیوتر قبلیم و فقط پلی دادن میافته روی این. حالا فکر کنید این کامپیوتر به این قدرت فقط بازی میکنه اینم کارهای استریم و رکوردش انجام میده یعنی اینو من بس کردم به این تصویرشو با این ضبط میکنم توش هم میبینید که آرم اکس آرمی بسیار زیبا و البته رمای خوشگل مشکل و به یه عروسک هم باید بگیرم اینجا بذارم. خلاصه بچه ها اینم از این کیس جدید ما الان من میبرم براتون یه چند تا بازی اینجا پلی میدم ببینید و اینم شد موس و کیبورد این کامپیوتره که میذارمش این گوشه باشه کارهای انجام بدم و خیلی شلوغ پلوغ شده ولی یه کارش نمیشه کرد. برو بریم چند تا بازی بهتون نشون بدم با کیفیت 8K. 8K میدونی یعنی چی؟ یعنی نه 8K 8 برابرش. برو بریم. خب بچه ها چقدر من ریشام دوباره در اومده مثل این دوایی من برای اینکه بتونم بهتر نشونم تو OBS اینا که درست معلوم نیست اصلا چیزی ولی من دوربین گذاشتم اینجا که سفر رو بگیره براتون میخوایم بریم با رزولوشن 8K چند تا بازی تست بکنیم و ببینیم چجوریه. اول از همه Red Dead Redemption که واو یعنی واقعا شما این تصویر رو نگاه کن او مای گاد واقعا اصلا یه دنیای دیگه است خیلی خفنه خیلی
خیلی خفنه، یعنی من اصلا باورم نمیشه که اینقدر این جهان تو این رزولوشن رو بکنم. همه بازی هم دارم ولی این واقعا سینماتیک و قشنگ شده. چقدر گرافیک این بازی طبیعیه، چقدر مپ این بازی پرجزئیاته. انصافا توی رزولوشن ها و چیزهای پایین هم حتی خفنه، ولی وای واقعا الان اینجوری آدم با رزولوشن 8K بازی بکنه تازه میفهمه چقدر میتونه بازی ها واضح باشه. تا به 10 شده پی یا 4K، حتی تو 8K ما الان داریم FPS 42 میگیریم و بذار ببینیم که 4K چقدر به اون میده. FPS 4K 4K شد FPS 80، دقیقاً دو برابر شد FPS. ولی وای چقدر 8K خفن بود، الان اصلا گذاشتم 4K داره حالا به هم میخوره باور کن. ولی FPS شد 84-90، این رو 10-80 که دیگه فکر کنم بره 100 خورده FPS. بریم بازی بعدی. بچه ها اینجا رو نگاه کنید، روی ستینگ کنیتران کرایسیس گذاشتم، یعنی میتونه کرایسیس رو ران کنه، یعنی همش رو ران کنیتران کرایسیس. این ستا هم که وری های بیشتر از این نداره. 4K FPS 65، هنوز این بازی خفن قویه. 4K یعنی بذارم 8K 8K نمیشد گذاشت، بذارم فکر کنم FPS به رو 20. ولی وای اینجا رو نگاه کن خدایا. حالا میگیرمش. آها واو باورم نمیشه حالا FPS 30ه بچه ها. ولی میدونید دیگه بالای 30 قشنگ قابل اجراه، یعنی قابل قبوله. RTX 3090 دیگه از پسش بر نیاد دیگه، چه کارت گرافیکی واقعا میخواد بر بیاد از دستش، از پسش، از دستش گفتم. اول کردم انقدر ذوق دارم سر این کامپیوتر. خب بریم سراغ بازی بعدی. بچه ها اینم از وارزون با رزولوشن فکر کنم 8K باشه. آره 8K که FPS 60 میده و 4K خیلی بیشتر. 4K فکر کنم 100 خورده اینا بده. واقعا باور نکردنیه. این چه گانیه؟ باله این فاماسه. واو گرافیک و نگاه باور نکردنیه. شارژ دوربینه هم کمه، میخوام یه بازی دیگه هم بهتون سریع نشون بدم، ولی بذار ببینیم این چی میشه. سریع بپریم یه جایی که تفنگینا باشه. یعنی باورم نمیشه هیچ وقت اینجا گان نیست. هیچ... او مای گاد خوبه، باز از هیچی بهتره. یه اسنایپ هم اول داد خوبه، اینم بعدی. ولی عجب گرافیکی. برو بریم سراغ بازی آخر رو. هیچ کس نیست، یعنی واقعا هیچ کس نیست مثل اینکه واقعا. برو بریم از مایکروسافت لایت سیمیولیتور بچا 4K بر فراز استانبول با FPS 55-60 که از بالا سر آیا سوفیا داریم رد میشیم. چقدر جالب و خوب 4K FPS 60 عالیه. واو همه چی قشنگ با جزئیات خفن. بزنیم 8K اگه بکنیم چقدر میشه FPS مون بچا؟ 8K FPS 30. ولی وای که چقدر این بازی با 8K قشنگه، تمام جزئیات معلومه. لعنتی باورم نمیشه. ببینید حتی این جنس اینجا هم معلومه، جنس بدنه تو و خط و خشای روی فرمون هواپیما. فرمون بهش میگن دیگه. وای که چقدر خفنه، باور نکردنیه. باور کنید خیلی عجیبه، حتی تو ویدیو شما نمیتونید ببینید ولی خیلی خفنه انصافا. ولی استانبول باید بهتر بسازن، اون پولا رو درست نساختن، خیلی از شهرهای مثلا قسمت آسیاییش رو درست نساختن. فقط من خونه خودمون رو نتونستم پیدا کنم، اون ساخته نشده مثل اینکه، نمیدونم درست نگشتم. FPS 30 و رزولوشن 8K و اولترا ستینگ. دمتون گرم بچا، مرسی واقعا. اگه شما حمایتای شما نبود هیچ وقت این کامپیوتر رو من نمیتونستم تهیه کنم و واقعا هم خریدم که بتونم بهترین ویدیوها رو براتون بسازم که هیچ وقت کوالیتی کار پایین نیاد و همیشه بهترین ویدیوها رو تماشا کنین، چون که شما واقعا لایق بهترین هایین. عشق منید. من براتون مشخصات کیس رو هم میذارم توی دیسکریپشن هم میذارم، اگه خوشتون اومد و دوست دارید بازم براتون ویدیوهای خفن آنباکسینگ و از این چیزا انجام بدم، حتما همین الان این ویدیو رو لایک بکنید و نظراتتون هم بنویسید. خیلی دوستتون دارم. سابسکرایب یادتون نره و تو بقیه ویدیو میبینمتون. باقی خودتون باشید. پیس اوت.